درود بر شما بینندگان عزیز تلویزیون اتحاد، لاله معزن هستم با برنامه دیگر از سلسله برنامه های تحلیل هفته. مهمان این هفته ما جناب آقای محمد زمانی هستند، خبرنگار و فعال سیاسی. سلام بر شما جناب آقای زمانی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم معزن و همچنین تلویزیون اتحاد تیوی. بله آقای زمانی، شما به عنوان کسی که همواره از سکولاریسم دفاع کردید، سکولاریسم رو چگونه تعریف میکنید و ضرورت اجرا شده توی ایران در چه میبینید؟ بله خدمتون عرض کنم که سکولاریسم مقوله است که تازگی نداره، برخاست یک واژه است که اساساً برای اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آقای جورج هالی در سال 1846 بود که تبدیل به گفتمان شد و اساساً امروز شما می‌بینید که کشورهایی که سکولار هستند خصوصاً در اتحادیه اروپا و دیگر کشورها مثل کانادا، آمریکا و جاهای مختلف، در حال کسانی که از دریچه سکولاریسم وارد شدن به نظر من امروز کشورهای دموکراتیکی هستند، کشورهای پیشرفته ای هستند که همه ما شاهد این مقوله هستیم. اما اساسا سکولاریسم به طور کلی ما اگه بخوایم بازش بکنیم، خب شاید توصیف و تعاریف متفاوتی رو از سکولاریسم ارائه میدن. اساسا بعضیا میگن سکولاریسم فلسفی که این اعتقاد دارن که این سکولاریسم تضاد کامل با دین داره، و یک سکولاریسم هم هستش که به نام سکولاریسم سیاسی هست. بیشترین بحثی رو که من دفاع میکنم از این نظریه بیشتر رو بحث سکولاریسم سیاسی هست. به طور کلی سکولاریسم سیاسی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه هست. این تفکرم به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری در اروپا داشته و ارزش‌هایی مانند جدایی دین از سیاست یا از حکومت رو به حال در گفتمانش ارائه داده. عملاً سکولاریسیون وقتی که خواستار جدایی نهاد دین از دولت و از حکومت باشه، این به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه به کسانی هم که واقعا دین باور هستن و اساساً لطمه ای هم به دین آنها نخواهد زد. حتی شما امروز در جامعه ایران هم که میبینید، به خاطر اینکه سیستم یک سیستم سکولار نیست و سیستم یک سیستم مذهبی است، و ما هم باید اینو تفکیک بکنیم که چرا و به چه علت متاسفانه امروز جامعه ما به این طرف رفته و چرا بخشی از روحانیون با قضیه سکولاریسم مخالفت دارن. ولی اساساً به اعتقاد من این هستش که توصیف و جنبه سیاسی این فرایند این هست که مؤسسات خاص سیاسی که به درجات مختلف تحت کنترل دولت هستند، از سیطره مستقیم و غیر مستقیم دین رها میشن. این به این معنام نیست که پس از سکولاریزه شدن یک نهادها و حکومت، نهادهای دینی دیگر نمیتونن در مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنن، بلکه بدین معنا است که دیدگاه‌های نهادهای دینی دیگر نباید بر جامعه تعمیل شون. یعنی حالا از هر دینی نمیخواد این موضوع باشه، و یا اینکه این تفکر نباید مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی باشه.
در عمل دولت باید در حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت بودن‌های تفاوت‌هایی که در ادیان مختلف وجود داره، باید کاملا دولت به اعتقاد من بی‌طرف شه و در عمل نباید مانعی هم حتی برای تبلیغ ادیان مختلف یا ترویج ادیان مختلف باشه. و دولت ها به نظر من هم نه اینکه باید مانع باشن، نه اینکه هم باید مجری خواسته های ادیان باشن. سکولاریسم هم معمولا در پرتوی عصر روشنگری هم به نظر من در همین مقوله ها وارد عمل شد که تأثیرش هم امروز ما بر جوامع غربی و بر جوامعی که امروز سکولار و دموکرات هستن و داریم میبینیم، حتی جدایی دین از کلیسا در آمریکا یا لایسیته در فرانسه به طور کلی به نظر من بر پایه سکولاریسم رخ داده. و البته در بُعد سکولاریسم این ایده جدای دین از دولت در شرق هم وجود داشته، از دوران کهن در کشورهایی مثل هند تقریبا. ولی خب به هر حال به نظر سکولارها بهتر این هستش که سیاستمداران برای تصمیم گیری به جای دلایل مذهبی از دلایل سکولار و غیر مذهبی استفاده بکنن. امروز مباحث زیادی هم در خیلی از کشورها وجود داره روی پژوهش، مثلا بر روی سلولهای بنیادی، حتی ازدواج همجنسگراها، حتی خیلی مسائل و آموزش‌های متفاوت در ابعاد مختلف. این به اعتقاد من امروز قابل حمایت سکولارها حتی در امریکا و در اروپا هست. در نتیجه من اینو خلاصش بکنم که سکولاریسم سیاسی هیچ تضادی با هیچ دین و مذهبی رو نداره. همه ادیان میتونن آزادانه مراسم و ادیان خودشون رو داشته باشن، اما در چارچوب مسائل سیاسی در دولت اینها نمیتونن نقشی داشته باشن و اساساً دولت ها هم باید نسبت به این مقوله بیطرف باشن و مجری خواسته های هیچ دین و مذهبی رو نباشن و ارائه ندن. بله، شما یعنی به طور کلی سکولاریسم سیاسی راه حلی مناسب برای مشکلات کنونی ایران میدونید؟ بله، ببینید در جامعه امروز ایران مباحث زیادی وجود داره. این هستش که خیلی از کسانی که به عنوان پژوهشگرهای مذهبی در خود ایران در دانشگاه کار میکنن و ما هم مقالات و مطالبشون رو میبینیم، اساساً اینها تبلیغشون در ایران و مخصوصا منطقه خاورمیانه این هست، چون به هر حال سایه دین اسلام در این کشورها خیلی گسترده و بیشتر هست. اساسا اینا اعتقاد دارن که سکولاریسمی که در غرب وجود داشت این به خاطر اون کسانی بودش که کاتولیکا و کشیش هایی بودن که قدرت رو در دست داشتن در از قرون وسطا اشارهشون هست تا برها زمانی که زمان رنسانس شروع میشه که دیگه اون موقع عصر روشنگری است. و اساسا اینا اعتقاد دارن که در عصر روشنگری اروپاییان به این نظر رسیدن که باید جلوی قدرت کلیساها گرفته بشه، اینها خودشون تبدیل به قدرت، تبدیل به فئودال شدن. ولی این مسائل مذهبی هستش که در کلیساها وجود داره در برای مسیحیت، اما دین اسلام این موضوع رو رد میکنه و هیچ منافاتی با این قضیه نداره. دینی است که از رأفت گرفته شده، مهربانی است
و اساسا ما نمیتونیم همچین نگرشی رو بپذیریم، چون ما اساسا نه دنبال قدرت هستیم، نه دنبال فئودال شدن هستیم، نه دنبال حکومت کردن هستیم، ولی اساسا این روش که ما میگیم خیلی درست و منطقی هست. ولی شما در همین جا خیلی تضادها و تناقضها رو شما میبینید. تضادها و تناقضهایی که وجود داره، شما اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید، در اصل دوم قانون اساسی اشاره کرده به این موضوع که دین اسلام به هر حال جمهوری اسلامی در اصل یک نظامی است که بر پایه ایمان استوار هست و بندهای مختلفی هم داره که نمیدونم خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریب او و لزوم تسلیم در برابر او از مسائلی هستش که در قانون اساسی در فصل دومش وجود داره، در اصل دومش وجود داره. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین هست، معاد و نقش سازنده آن در سر تکاملی انسان به سوی خدا هست، عهد خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام و که مسائل دیگه هم که در این برحال وجود داره، کرامت و ارزش‌های والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت‌های او در برابر خدا هست که اینها هم اشاره می‌کنه که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین به وجود میاد. ولی شما نگاه بکنید به همین اصل دوم قانون اساسی، همه مسائلش رو بر اساس خدای یکتا می‌بینه، حاکمیت رو از آن خدا میدونه. و خب شما امروز که کارنامه جمهوری اسلامی رو بعد از 34 سال نگاه میکنید، این همه جنایت، این همه کشتار، این همه مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، تبعیض‌های مذهبی، تبعیض‌های قومی، خب به هر حال شما چه پاسخی میخواین به این مسائل داشته باشی؟ ولی شما نگاه که میکنید سریع در اصل پنجم قانون اساسی اشاره داره که در زمان غیبت حضرت ولیعصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و تقوا و نمیدونم این مسائل هست که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد و حتی قوانین و قانون اصل 110 قانون اساسی هم که تمام اختیارات رو به رهبری داده در قانون اساسی موجود. یعنی ما یک قانون اساسی مذهبی و بر اساس شریعت اسلامی در ایران داریم که این در تضاد و تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که در همان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده اولش هم کاملا اشاره میکنه که همه، چه به لحاظ رنگ، چه به لحاظ حیثیت، چه به لحاظ نژاد، چه به لحاظ مسائل این چنینی برابر هستن و آزاد هستن. ولی شما اساسا میبینه که این قانون اساسی موجود به نظر من جوابگوی مطالبات امروز جامعه ایران نیست. چرا؟ چون اساسا قوانینی در قانون اساسی موجود هستش که نمیتونه جوابگوی پاسخ مردم باشه. مثلا شما امروز وقتی که میخواید از رهبری و جنای رهبری پرسشگر باشید که جامعه امروز ایران چرا گرفتار این همه مشکلات هست، و قاعدتا ایشون به مردم که نباید پاسخگو باشن، طبق قانون اساسی موجود که از اسلام گرفته شده و ایشون هم طبق همون اصل پنجم نماینده امام زمان در زمان غیبت ایشون هستن، خب ایشون نباید به مردم پاسخگو باشه و اساسا ایشون باید به
خدا پاسخگو باشه، که اون هم دیگه یک بحث دیگه است. ولی اساسا سکولاریسم مبانی دارد که اشارش بر این هست که ما قوانین کاری به قوانین آسمانی نداریم، اساس ما قوانین زمینی است، قوانین عرفی است، و بر این اساس همه مسئولین باید در قبال این قوانین عرفی پاسخگو باشند. درسته. اتفاقا شما در مقاله اخیرتون تحت نام خانم کروبی و آقای قدیانی مشکل قانون اساسی موجود است اشاره داشتید که قانون اساسی منشأ فساده و این فساد به اصلاح دفع نمیشه. آیا منظور شما این هستش که به هیچ وجه این قانون و این قانون اساسی و این رژیم اصلاح پذیر نیستن؟ ببینید، اگر ما میخواهیم یک کشور پیشرفته داشته باشیم، اگر ما میخواهیم مسئولینی داشته باشیم که پاسخگو باشند، تنها راه نجات مردم ایران یک حکومت سکولار و دموکرات هست. البته حکومت سکولار و دموکراتی هم که خیلی از دوستان ما از اون دفاع میکنن بر این مبنا هست که سکولاریسم مکمل دموکراسی است، یعنی دموکراسی و سکولاریسم بدون همدیگه برای یک جامعه هیچ کاربردی نداره. اما اساساً سکولاریسم سیاسی که من از اون اشاره میکنم این هستش که یک سیستم سکولاری باید باشه، قوانینی بر اصل عرف و جامعه بین‌المللی که امروز در تمام کشورها رعایت میشه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های حقوق بشر، و بر اساس اینکه سکولاریسم سیاسی علاوه بر اینکه خواستار جدایی کامل نهاد دین از حکومت هست، باید اینو ما سنجابش بکنیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشر. در کنار این، در این سکولاریسم سیاسی، ما باید هر گونه ایدئولوژی رو باید نفی بکنیم، مخصوصا ایدئولوژی مذهبی. حالا این چه میخواد شیعه باشد، چه میخواد سنی باشد، چه میخواد کلیمی باشد، چه میخواد مسیحی باشد، و اساسا این سکولاریسم سیاسی تا در ایران به اعتقاد من نهادینه نشود، ما همین گرفتاری که در ایران امروز داریم متاسفانه ادامهش بیشتر خواهد شد. و یک مبحث دیگه هم که وجود داره این هستش که واقعا الیت جامعه ما امروز رو بحث سکولاریسم سیاسی باید خیلی بیشتر کار بکنن، چون هم امروز این تبدیل به یک گفتمان شده به اعتقاد من در الیت جامعه و حتی در قشر مردم و توده ها، و هم اینکه این سکولاریسم سیاسی باید با زبان ساده تر برای اقشار مردم به نظر من گفته بشه، چون تبلیغی هم که جمهوری اسلامی داره بر علیه سکولاریسم سیاسی میکنه این هستش که اساسا اینها خواستار این هستن که دین و ایمان شما را بگیرن، اساساً خواستار این هستن که جلوگیری بکنن از تفکر دینی و مذهبی شما، در صورتی که اصلاً در قاعده و مسائل سکولاریسم سیاسی چنین روندی دنبال نمیشه. اتفاقاً در سکولاریسم سیاسی به ادیان، به تمام ادیان احترام گذاشته میشه. به اعتقاد من در آینده سیاسی ایران نباید ما یک دین رسمی داشته باشیم، در صورتی که شما امروز میدونید که در اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنا‌عشری هست. یعنی وقتی شما یک دین رو به عنوان دین رسمی اعلام میکنید، این خودش باعث تبعیض خواهد شد. شما امروز در ایران ببینید وضعیت، حتی شما اصل 13 قانون اساسی رو نگاه بکنید که ایرانیان زرتشتی، کلمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشن که در حدود قانون در انجام مراسم‌های دینی خود آزاد هستند.
ولی شما اساسا امروز این هم به آن صورت در ایران نمیبینید. ما در ایران مسیحیان ما، نوکیشان مسیح ما امروز در شرایط بدی قرار دارن و باهاشون مقابله میشه. شما کلیمی های ما رو نگاه بکنید، خیلی در محدودیت بعضی مواقع هستن. شما نگاه بکنید به بهایی ها، در ایران رسما بهایی ها هیچ حق و حقوقی ندارن. شما امروز نگاه بکنید در تهران ما حتی یک مسجد برای سنی ها نداریم. یعنی این حکومت شیعه اثنااشعری خودشو بر همه ادیان متاسفانه ارجحیت میدونه و این خودش اساسا یک نقض فاحش حقوق بشر هست که به اعتقاد من با یک سیستم سکولار ما می توانیم به تمام این تبعیضها پایان بدیم. و مسئله بعدی هم این هستش که واقعا در جامعه امروز ایران بحث سکولاریسم بیشتر از هر زمانی به اعتقاد من پیاده کردنش به نظر من مفید هست و این آمادگی رو جامعه ما داره. اتفاقا در اون مقاله که شما اشاره کردید ما یک سری بندهایی هم داریم در قانون اساسیمون، مثل اصل 24 قانون اساسی که مطبوعات در بیان مطالب آزادن، ولی شما میبینید در همون قانون اینو آخرش گفتن مخل به مبانی اسلام. یعنی باز یک بحث شریعت اومدن به این اضافه کردن. در اصل 27 قانون اساسی تظاهرات و راهپیمایی ها آزاد هست، باز اشارش بر این هستش که مگر اینکه مخل به مبانی اسلام باشه. یعنی شما در چنین سیستمی، در چنین حکومت فعلی که ما در ایران به اون دست و پا میزنیم و گروانگیر هستیم و بر اساس حکومت شریعت و عدل الهی و این مسائلی است که این آقایون از اون اسم میبرن و سکولاریسم و زیر سوال میبرن، دقیقا به این دلیل هستش که کسی در این حکومت نباید پرسشگر باشد و این حکومت، حکومت عدل و داد است، یک حکومتی است که منشأش از طرف امام زمان و خدا هست و هیچ کس هم نباید پرسشگر باشه. و دقیقا شما بعد از 34 سال امروز میبینید که کارنامه جمهوری اسلامی متاسفانه به دلیل نقض حقوق بشر در ایران در دنیا زبان زده همه است و کارنامه خوبی رو نداره. و اساسا اگر من اون مقال در اون مقاله اشاره کردم به خانم کروبی و آقای قدیانی، دقیقا من درست اشاره کردم که این اصول قانون اساسی است که باعث فساد در جامعه شده. یعنی شما وقتی به تمام قوانین قانون اساسی اکثرنش نگاه میکنی میبینی متاسفانه قوانینی است که طرف مقابل اصلا نباید پرسشگر باشه، مخصوصا در اصل 110 قانون اساسی که تمام اختیارات رو به رهبری داده. خب اونم اشاره ما کردیم که طبق همین اصل رهبر نماینده امام زمان هست در زمان غایب بودنش. و اشاره که من کردم در اون مقاله این هستش که هیچ ظرفیتی این قانون اساسی موجود برای مطالبات مردم ایران نداره و ما باید خواستار انحلال این قانون اساسی موجود باشیم از راه‌های مدنی، از راه‌های مسالمت‌آمیز، از راه‌های نافرمانی مدنی، از طریق حمایت از نهادهای حقوق بشری که امروز در دنیا فعال هستن، که بتونیم در آینده یک حکومت و یک قانون اساسی مدرن سکولار و دموکرات داشته باشیم. در غیر این صورت متاسفانه من به جرئت میتونم بگم که هیچ آینده‌ای رو برای ایران به خوبی نمیتونم پیش بینی بکنم. درسته، ولی مثال هایی هستش که نشون میده در جمهوری اسلامی حقوق شیعیان هم
نقض میشه. و از مثال روحانیون شیعه از جمله آقای بورجردی و دیگران هستند که در زندان هستند، و همینطور آقای بورجردی با استفاده از آیاتی از خود همین قرآن ولایت فقیه رو رد کردن، یا برخی علمای دیگه هم در مورد ولایت فقیه همین نظر رو دارن. در این باره شما نظرتون چیه؟ ببینید، یک مقوله رو ما باید اینجا در نظر داشته باشیم. بحثی که امروز در ایران وجود داره این هستش که یک کشوری است که اکثریت مسلمان هستند، و خب به صورت اکثریت هم میشه گفتش که شیعه اثنااشعری هستند، ولی شما میبینید که خیلی از ادیان دیگر هم در ایران دارن زندگی میکنن که خب بعضا خیلی هاشون هم تحت فشار و ستم هستن. اما مبحثی رو که شما در خصوص آقای آیت الله بروجردی کردید که ایشون هم خودشون به عنوان یک روحانی شیعه هستن و اساسا با اصل ولایت فقیه مخالف هستن، و حتی در گفته هاشون هم و در بیانیهاشون هم گفتن که تنها راه نجات مردم ایران و رهایی از این استبداد دینی که وجود داره یک حکومت سکولار و دموکرات هست. اساسا ما اینجا در صحبت‌های آقای بروجردی به یک نکته ما میتونیم اشاره بکنیم که ما باید تفکیک بکنیم بین اینکه اکثریت جمعیت ایران مسلمان هستند و طیف دیگری هم وجود دارن که اینها اسلامیست‌های حکومتی هستند. ببینید، آقای بروجردی به اعتقاد من به عنوان یک روحانی شیعه مخالف این هستش که دین در حکومت وجود داشته باشه، و خب میبینیم همین فسادی که امروز در جامعه در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره رو خیلی از مردم که سوال میکنیم فکر میکنن مقصر اصلی دین هست. به همین دلیل یک موضوع که اینجا وجود داره این هستش که عده‌ای به اسم دین و ابزار دین به دنبال دکانهای سیاسی خودشون هستن، و اینها اساساً اسلامیست های حکومتی هستن که برای مشروعیت و حکومت کردن از دین استفاده میکنن، و به خاطر همین هستش که به درستی آقای بروجردی و بخش عظیمی از الیت جامعه امروز ما پافشاری بعد یک حکومت سکولار و دموکرات داره، و دلیلش هم این هستش که وقتی نهاد دین از نهاد حکومت جدا باشه این هستش که هر کسی که هر دین باوری و هر غیر دین باوری میتونه در اون جامعه در اون مملکت زندگی بکنه و همه از حقوق شهروندی برخوردار بشن. شما ببینید در همین آلمانی که الان من زندگی میکنم تمام مسلمون ها مساجد خودشونه دارن، شیعیان مساجد خودشونو دارن، سنی ها مساجد خودشونو دارن، در اندیشه های مسیحیت از کاتولیک ها بگیرید، ارتدوکس ها بگیرید، پروتست ها بگیرید، اوانگلیش ها بگیرید، و حتی انجمن هایی مثل شاهدان یهوه شما ببینید، همه این گرایش های مذهبی آزادانه به مسائل مذهبی خودشون میپردازن و کسی هم اجازه نداره که به حقوق اولیه اینها خدشه‌ای وارد بکنه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، و حتی کسی نمیتونه اینها رو محدود بکنه در اینکه چرا دین شما این هست و چرا دین شما این نیست. ولی شما اساساً بالعکس همین مسئله در جمهوری ولایت فقیه هست. به اعتقاد من ولایت فقیه یک فرضیه از خود درآوردی است که در دین اسلام هم شما به درستی اشاره کردید وجود نداره، و این مباحثی است که در بیشتر در شیعه به اعتقاد من این گفتمان وجود داره، وگرنه در سنی ها شما اگر این مباحث رو بکنید اصلا اینها اعتقادی به ولایت فقیه ندارن. اما اصولا اگر ما بخوایم که به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، به دینشون احترام گذاشته باشه و این ارزش و احترام در به
بین مردم وجود داشته باشه، این هستش که باید ما یک حکومت سکولار و دموکرات داشته باشیم که هم تضمین کننده مسائل مادی مردم باشه و پاسخگو به مسئولیتی که قبول میکنن چه در دولت چه در مجلس، و هم این که ادیان هم میتونن به قول معروف اشارم کردیم مراسم خودشونو داشته باشن و به پیروان خودشون بر حال این اعتقادات خودشونو انتقال بدن و هیچ اشکالی هم نداره. اما شما امروز در جمهوری اسلامی ایران امروز ببینید حتی دراویش گنابادی ما رو به اتهام‌های مختلف میگیرن و زندانی میکنن و محدود میکنن. شما حتی ببینید اینها مسجد آقای بروجردی رو متاسفانه با بولدزر خراب کردن. اینها اسلامیست های مذهبی هستند. اینها کسانی هستند که به عنوان یک ابزار به دین نگاه میکنن و ما باید هوشیار باشیم. جامعه ما، الیت جامعه ما باید این هوشیاری رو امروز داشته باشه که ما بتونیم مزایا و معایب این گفتمانها رو به جامعه ببریم، بین مردم ببریم، از طریق رسانه ها، از طریق گفتمان بتونیم اینو تبدیل به یک گفتمانی بکنیم که ضرر و زیانهاشو به مردم هشدار بدیم و به اعتقاد من بیشتر از این دیگه ما حتی به دین مردم که حالا هر دینی نمیخواد باشه بیشتر لطمه وارد نکنیم. ممنون از شما که وقتتون رو گذاشتین آقای زمانی. خواهش میکنم. من آخرین صحبتم هم که به هر حال میتونم داشته باشم این هستش که امروز ما با یک حکومتی مذهبی توتالیتر به اعتقاد من هممون دست به گریبان هستیم که اینها حتی نه اعتقادی به دین اسلام دارن و اینها حد اکثر سوء استفاده های سیاسی، مالی، رانت و در بخش های مختلف به اسم دین بردن و امروز هم اساساً اصل 110 قانون اساسی که متاسفانه تمام اختیارات در اون قانون اساسی به ولایت فقیه داده، به اعتقاد من باید ما در آینده با گفتمان سازی، با دیالوگ، با صحبت کردن از طریق رسانه ها، از جاهای مختلف، از طریق امکاناتی که ما داریم اینو به جامعه امروز ایران تزریق بکنیم که تنها راه و رهایی نجات مردم ایران یک حکومت سکولار و دموکرات بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و من امیدوارم که در آینده نه چندان دور به این هدف مهم برسیم و هم مردم به دین و مذهبشون بیشتر احترام گذاشته بشه و اینکه تفکیکی بین دین و حکومت باشه و هر کدومشون در جایگاه خودشون به هر حال بتونن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. از اینکه این فرصتم به من دادید که با شما گفتگویی داشته باشم کمال تشکر رو دارم. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر، بدرود.